ریاضت کشیدن یعنی چی؟ مرتضای هندی چی کار میکنن؟ جدن کل سالو با یه خورما زنده میمونن؟ یا میتونن با ذهنشون اجسام رو کنترل کنن؟ جواب همه این سوال ها و بسیاری دیگر فقط و فقط در این قسمت فریکشو! سلام همه این فریکی ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدیم به یه قسمت دیگه از فریکی شو. ما امروز میخوایم راجع به مرتضهای هندی، ریاضت کشیدن، خودشناسی، خوددوستداری، هنر، درک ما از زندگی و بسیاری چرت و پرتی دیگر از دیدگاه بنده و تحقیقاتم در اینترنت و کتاب صحبت بنماییم. بذارین اول در مورد این ویدیو یه چیز رو مشخص کنم. من در مورد این ویدیو تحقیقاتی بسیار کرده بودم و وقتی که داشتم متنمو بررسی میکردم که ببینم چی میخوام بگم، چجوری میخوام بگم و اینجور چیزا، فهمیدم که نمیخوام اینجوری بگم، میخوام خیلی راحت تر بگم، میخوام اصلا کاری با اینا نداشته باشم، هرچی خوندم و فقط بپاشم بیرون. در کل میخوام این ویدیو یکم شما رو به فکر فرو ببره. و اینم ذکر کنم که قهوه نخوردم، نمیدونم چرا الان اینقدر انرژی دارم و دارم اینقدر سریع صحبت میکنم. خب شروع میکنیم با این سوال که ریاضت کشیدن چیه؟ ریاضت کشیدن یه جور مکتبه، مکتبی برای رسیدن به معنویت. شاید اینجوری که اون یارو تو اینترنت میگفت، یک مکتب که افراد خودشون رو از لذت‌های فیزیکی محروم میکنن تا به معنویت‌های بالاتر برسند. ریاضت کشیدن در شرق کره زمین در کشورهایی مثل هندوستان و تبت خیلی خیلی مختلف زیاد وجود بداره، مخصوصا تو این دینی که هندی ها دارن که بهش میگن بودیسم. اما اشتباه نکنید، چون در غرب هم داریم کشورهایی مثل یونان رو که در گذشته سقراط و افلاطون و سقراطیس و بقیه دوستان با هم ریاضت میکشیدن. گویند یک روز سقراط رفت تو بازار و همینجوری داشت میخندید. مردم گفتن ولی به چی میخندی؟ سقراط گفت چقدر زیاد است چیزهایی که بهشان نیاز ندارم. بعد باز خندید و رفت. اینجوری لطیفه ای بود میانه افکارم که واقعیت شاید بدارد. این کلیتی بود از مکتب بوداییسم و این چرت و پرتا. ولی بیاین یه جور دیگه بهش بنگریم. دنیای امروز ما رو داره به سمتی میبره که ما همش داریم میدویم دنبال چیزای مختلف، دنبال اخبار، اخبار سیاسی، اخبار تکنولوژی، اخبار ورزشی، چیزای جدیدی که دارن میان، چیزای جدیدی که دارن میرن، رمز ارزهای جدید، چجوری پول در بیاریم، چجوری فقیر نشیم. بسه. ریاضت کشیدن یه جوره یه همچین چیزی رو میخواد بگه، میخواد بگه بسه، ساکت. شاید مهم نیست که چیا دارن میان، چیا دارن میرن، هی باید دنبالشون بدویم تا عقب نمونیم از بقیه و اخبار و زندگی و این چرت و پرتا. میگه شاید باید بیایم عقب تر و به خودمون نگاه کنیم. من البته دارم الان به دیوار نگاه میکنم. و میگه که باید تفکرمون رو تغییر بدیم. باید به جای اینکه دنبال چیزها بدویم، به ذهنمون بگیم که اوه آروم باش، چیزی از دست نمیدی، این نباشه بعدیش، بعدیش نباشه بعدیش، آروم باش. یه همچین چیزی. اما ریاضت کشیدن لول های مختلفی داره که بهشون میرسیم. همه چیزایی که گفتم رو داشته باشین یه لحظه بزنین کنار، بیاین اینور. در اون سمت فیلسوفی آلمانی نشسته به اسم آقای شوپنهاور که در طرفای هزار سالهای در چی گفتم سالهای 1800 خورده ای زندگی میکرده و مثل همه فیلسوفا می نشسته یه گوشه فکر میکرده بعد تئوری میداده. آقای شوپنهاور از اونجایی که آلمانی بوده و فلسفه دان بوده، با فلسفه غرب آشنایی داشته. بعد یه روز با خودش میگه فلسفه غرب یه چی کم داره، برویم به فلسفه شرق ببینیم چه خبر است. بعد میرود طرف فلسفه شرق و میبیند که چه خبر است. بعد اونجا با خودش میگوید که خب فلسفه غرب شرق هم یک سری چیزها کم دارد، غرب شرق داره، کم غرب داره و دوتاشو با هم ترکیب میکنه میشه یه فلسفه کلی. دوستان شاید با این جوری که من دارم میگم فکر کنین دارم چرت و پرت میگم، ولی حرفام کاملا واقعیت داره، فقط نمیدونم چرا دارم اینجوری میگمشون، انقدر مسخره به نظر میاد ولی همش واقعیه. خلاصه که آقای شوپنهاور فلسفه غرب و شرق با هم ترکیب میکنه فلسفه جدید میده به اسم فلسفه شوپنهاور. در این فلسفه آقای شوپنهاور هم همون چیزایی که این بر ما گذاشته بودیم و میگه، میگه که آقا چقدر میدوین، وایسین، دویدن چه فایده ای داره، اگه نرسی بهشون که حس ناکامی و ناامیدی و افسردگی به دست میده و ناراحت میشی، اگه هم بهشون برسی یه لحظه خوشحالی، بعد میگی خب بعدش چی؟ بعد اینجوری یا ناراحت میشی یا دنبال یه چیز دیگه میری میدوی یا دوباره بهش میرسی و میگی بعدش چی و میری و نمیرسی و ناامید میشی و افسرده. کلا میگه یه لوپ تکراری معیوب. بسه. بنده برای این مشکل دو راه حل رو پیشنهاد میکنم. اینا رو آقای شوپنهاور گفت. راه حل اولی که پیشنهاد میکنه اینه که زیبایی شناسی خودمون رو تغییر بدیم و به دنبال هنر و چیزهای استتیک بریم. متاسفانه کلمه استتیک توی فارسی کلمه معادل خوبی نداره، بخاطر همین من حس میکنم کلمه زیبایی شناسی
چیز خوبیه برای اینکه بگیم. میگه که خودمون رو باید توی یه سری چیزها مثل هنر و چیزهایی که از دید ما زیبایی هستن غرق کنیم. مثلا شما وقتی یه نقاشی میبینین ممکن است خوبی از اون نقاشی بگیرین و بگین چه باله. به شخصه برای بنده نقاشی شب پرستاره ون گوگ که همچین اثری رو روی ذهنم داره اینجوریه که میتونم بشینم نگاه کنم چندین و چند دقیقه و لذت ببرم. و آقای شوپنهاور این رو حلو پیشنهاد میکنه، میگه خودتون رو توی هنر غرق کنین. مثل وقتی که به موزیکی که دوست دارین گوش میدین، زیاد براتون مهم نیست چه اتفاقی داره میفته، ساعت چنده، چقدر دارم گوش میدم، چیکار باید بعدش بکنم. دارین از موزیکتون لذت میبرین، دوپس دوپس میکنین، باهاش میخونین و حال خوبی دارین. واقعا شوپنهاور میگه این یه کاریه که میتونین بکنین. برین دنبال هنر، برین فیلم ببینین، کارتون ببینین، نقاشی بکشین، نقاشی ببینین، موزیک بسازین، موزیک گوش کنین یا هزار تا چیز. البته اینم میگم که آقای شوپنهاور زیبایی شناسی رو فقط به هنر محدود نمیکنه، اون زیبایی رو در اشیاء، اشخاص و مناظر هم میبینه. مثل وقتی که میرین کوه، بعد به اون بالاش که میرسین یه نگاهی میکنین میگین باحاله. یا مثلا وقتی که در آغوش شخصی که دوستش دارین نشستین و به این فکر میکنین چه باحاله، و در اون لحظه زیاد به حساهیچ دور و برتون اهمیت نمیدین و هیچ بلانگلینگی رو کولتون نیست، همه چی رو انداختین و شما دارین از لحظه لذت میبرین. این یکی از راه حل هایی که آقای شوپنهاور به ما داده، میذاریمش کنار. راه حل دوم ما رو برمیگردونه به اصلیت و ماهیت این ویدیو و اون ریاضته. آقای شوپنهاور میگه که ریاضت بکشین یعنی خودتون رو یکم از فیزیک بودن، مادی بودن، اشیاء دور کنید و ذهنتون رو تغییر بدین. و تغییر دادن ذهن چندین تا لول مختلف داره، مثل هر چیزی، مثل فوتبال بازی کردن که از کوچه شروع میشه تا چمپیونز لیگ، ریاضت هم از همین خونه شروع میشه تا فلات تبت. در مراحل پایینیه ریاضت ما میتونیم با چیزای خیلی ساده شروع کنیم، چیزایی که واقعا کم داریمشون، مثل دوست داشتن خود، خیشتن دوست داری که یکی از چیزایی که تو این دنیا واقعا داره کم میشه، مخصوصا تو ایران یه جوری ما رو پرورش میدن نمیدونم واقعا چی کار میکنن که هممون اینقدر از خودمون بدمون میاد. چرا بعد اینقدر از خودمون بدمون بیاد؟ مگه چیکار کردیم؟ و دوستان اینو در نظر داشته باشین که آدم تا وقتی خودش دوست نداشته باشه نمیتونه بقیه چیزا رو هم دوست داشته باشه. پس شاید این یکی از پایین ترین مراحل ریاضتی که ما باید به سمتش بریم و سعی کنیم خودمون رو دوست داشته باشیم اول. بعدش که یکم با خودمون کنار اومدیم فهمیدیم چندیم بابا ما آدم خوبی هستیم، همچنان بد نیستیم، دور برامون هم نگاه کنیم ببینیم بقیه چیزا هم قشنگه. و بعد اینکه خودمون رو دوست داشتیم میتونیم کم کم بریم سراغ چیزای دیگه و ببینیم که خب چجوری میتونم یکم از چیزای دور برم دور شم، چطوری میتونم با چیزهای کمتری خودم رو بیشتر شاد کنم یا چیزهایی از این قبیل. و راحت ترین تکنیک برای اینکه ما بتونیم یکم از ریاضت سبک رو در خودمون جای بندازیم مدیتیشنه. بشینیم مدیتیت کنیم یکم. و الان خیلی راهی مختلفی برای مدیتیشن کردن وجود داره، کلی چنل توی تلگرام هست، کلی پیج توی اینستا هست، توی یوتیوب هست، اینور اونور یه عالمه پادکست مختلف که بر پایه مدیتیشن هم وایس رو میذاری شبا قبل خواب 15 دقیقه میشینی یه گوشه و سعی میکنی خودتو آروم کنی. شاید تو کل روز از 10 الی 15 دقیقه وقت بگیره، اما باورتون نمیشه چقدر خوبه. خیلی خوبه. البته بدونید که مدت زیادی باید انجامش بدین تا واقعا تاثیراتشو ببینین. این از بخش خوب ریاضت کشیدنه. اما متاسفانه مثل همه چیزهای تو این دنیا، ریاضت هم یه اینوری داره، یه اونوری داره، یه وسط بالانسی داره. شما تا وقتی که روی نیمه های بالانسش بمونین، تا وقتی که سعی کنین روی خودتون و مغزتون و ذهنتون و دیدتون نسبت به دنیا تمرکز کنین خوبه، اما وقتی که میخواین تبدیل شین به یه مرتضی هندی دیگه خوب نیست. چون ریاضت از اینجا شروع میشه که میگه آقا من میخوام یکم بیشتر لذت ببرم، ولی اون کاری که مرتضی میکنن آیا از نظر شما لذت بردنه؟ مثلا اینکه خودتو مجبور کنی که کل سالو با یه دونه خرما زنده بمونی و مرتضی این کار رو میکنن، آیا این کار عقلانیه؟ آیا اینکه شبا روی میخ بخوابی برای اینکه صبرتو ببری بالا کار منطقیه؟
نه واقعا نیست، خیلی راههای مختلفی هست برای اینکه صبرتو ببری بالا. میخوای صبرت بره بالا، گوشیتو بنداز یه گوشه، برو ربع ساعت گوشی اتاقت بشین به کارات فکر کن، چرا بعد رو میخ بخوابی؟ از نظر بنده این مسئله مصداق بارز افتادن از آن سوی بوم است. اگه فیلم اونجرز اند گیم رو دیدین، تانوس تو کل فیلم نمال یه چیزه، یه چاقو گرفته دستش که دو طرفش یه اندازه است، بعد میذاره رو دستش، این بالانس میگه perfectly balanced. Look. Pretty, isn't it? Perfectly balanced, as all things should be. As everything should be. میگه که یه تعادل فوق‌العاده‌ای داره و همه چی باید متعادل باشه. با خاطر همین میخواد کل دنیا رو بزنه بکشه که همه چی متعادل شه. آقای تانوس، شما هم داری مثل این مرتضی هندی از آنور بوم میافتی. ولی در کل به نظرم کانسپت درستیه، این که ما باید در تعادل خودمون رو نگه داریم. ریاضت هم به نظر بنده خوبه تا وقتی که بگیم وای این دنیای کوفتی چقدر داره سری حرکت میکنه، میخوام وایسم وایسا دنیا. اما وقتی که دیگه انقدر وایسی که یه جا خوشی و دیگه هیچی برات هیچ معنی نداشته باشه و کل زندگیت بشه نشستن و خورمات و دهن و خوابیدن رو میخوینا، الله وکیلی که این آزادی نیست، این ریاضت کشیدن خوبی نیست. این کل فلسفه ریاضت بود. به نظر من اگه میخواین نزدیک شین به آزادی ذهنی و دور شدن از تعلقات، سفر خیلی چیز خوبیه، کمپ رفتن خیلی چیز خوبیه، چون شما رو به مادر طبیعت، به اون واقعیتی که این دنیا بر اساس شکل گرفته نزدیک میکنه. و مدیتیشن روزانه یا قدم زدن روزانه توی پارک یا یکم نشستن روی مبل و هیچ کاری نکردن هم میتونه به اینا کمک کنه. و ویدیو رو به پایان میرسونم با این عبارت از یک دوست که گفت ریاضت در ادیان کهن به سفری تشبیه شده به سوی تغییرات معنوی، جایی که سادگی کافی است، خوشبختی در درون آدمی است و صرفه‌جویی فراوان است. دوستتون دارم زیاد، شما هم خودتون رو دوست داشته باشین، چرا از شما فقط یه دونه هست. و تا یه ویدیو دیگه فیریکی بمونید.